ما هدفمون این بود که مردم به آزادی برسن، به استقلال برسن، به عدالت اجتماعی برسن. متاسفانه اون چیزی که الان اصلاً پیدا نمیشه عدالت اجتماعی است. مراسم خاکسپاری داریوش و پروانه فروهر تظاهراتی بزرگ برای دادخواهی شد. در این فضای ملتهب قتل‌های دیگری رخ داد. محمد مختاری و محمد جعفر پوینده دو عضو کانون نویسندگان ناپدید شدند. میگفتی فرهنگ ما بیچراست، اکنون نیستی که ببینی از دهانها هزاران چرا جاری است. مراسم خاکسپاری محمد مختاری جایی شد برای گفتن حرف‌های فروخورده. متاسفانه اونقدر عذاب بر سر ما ریختن که فرصت زاری کردن نداریم. پیام دقیق به ما رسیده است. خفه می‌کنیم. در فضایی که بعد از این قتل‌ها به وجود آمد، مرگ‌های دیگری نیز به سوالی بزرگ تبدیل شد. فهرستی بلند به جا مانده از سالهای قبل که نام قتل‌های زنجیره‌ای گرفت و قربانیانش عمدتاً روشنفکران منتقد حکومت بودند. نویسنده، شاعر، فعال سیاسی. محمد خاتمی کمیته‌ای برای رسیدگی به این قتل‌ها تشکیل داد. سرنخ تحقیقات کمیته خیلی سریع به وزارت اطلاعات رسید. در رأس گروهی که بازداشت شدند، سعید امامی معاون سابق امنیت وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی قرار داشت. همه اون افرادی که در عملیات اجرایی دخالت داشتند و به عنوان متهم در پرونده نامشون بود، عضو اداره ای از وزارت اطلاعات بودند به نام اداره عملیات. اداره عملیات صرفاً برای حذف فیزیکی افرادی تشکیل شده بود. به اینها آموزش های مختلفی قبلاً داده بودند. حتی چند نفرشون گفتند که برای شب قتل پدر و مادر من چون بیش از معمول طول کشیده اضافه حقوقشون رو با فیش حقوقیشون دریافت کردن و اونها همگی عنوان میکردن که دستورات رو از وزیر اطلاعات میگیرند و وزیر اطلاعات هم به وسیله کمیته‌ای که آیت الله خوشوقت جز اون بوده با مقامات بالاتر از وزارت اطلاعات در ارتباط بودند. یکی از متهمین حتی عنوان میکرد که وقتی که ما عملیاتی رو انجام میدادیم شما به عنوان تشویق دو بار ما رو فرستادید سوریه زیارت و حالا چطور روتون میشه و خجالت نمیکشید ما رو قاتل خطاب میکنید. قربان علی دوری نجف آبادی وزیر اطلاعات وقت در زمستان همان سال کنار رفت و همیشه گفت که از قتل‌ها بیخبر بوده است. بعد از استعفا متاسفانه ایشان به یک شغل بالاتری هم منصوب شدند. یعنی شدن رئیس دیوان عدالت اداری و در زمان محاکمه ایشان رئیس دیوان عدالت اداری بودند. بازپرس پرونده به جای اینکه آقای دوری نجف آبادی رو احضار بکنه مانند هر فرد عادی، زیرا پست و مقام در بازجویی نبایستی تأثیر داشته باشه، خود بازپرس پرونده رو بغل کرده بود، برده بود اتاق آقای دوری نجف آبادی و از او سوال کرده بود که متهمان میگویند از شما دستور داشتند، آیا قبول دارید یا نه؟ آقای دوری نجف آبادی یک سطر، فقط یک سطر نوشته بودند: والله بالله تالله هازا بختانون عظیم، و صرفا بر همین اساس قرار تبرئه ایشان صادر شد. آیت الله خامنه ای این قتل ها را محکوم کرد، اما طراحی آن را به بیرون از مرزها نسبت داد.
من نمیتوانم باور کنم و قبول بکنم که این قتل‌هایی که اتفاق افتاد اینها بدون یک نمایش نامه به قول آقایون بدون یک سناریوی خارجی باشد. نمیشه، چنین چیزی ممکن نیست. روح الله حسینیان از چهره های سرسخت محافظه‌کاران مدعی شد که نیروهای مرتکب قتل‌ها از طرفداران جدی رئیس جمهور بودند. این فضا با طوفانی که مطبوعات را درو کرد پایدار نماند. روزنامه نگارانی که ماجرا را پیگیری می کردند به زندان افتادند. ناصر زرفشان وکیل خانواده قربانیان به اتهام افشای اسرار محرمانه به 5 سال زندان محکوم شد. قاطعیتی که خاتمی در ابتدا برای پیگیری این پرونده نشان داد لبش کند شد. تلاش هایی که برای پاکسازی نسبی وزارت اطلاعات آغاز شده بود به جایی نرسید و سایه دستگاه اطلاعات موازی تا پایان بر سر این دولت ماند. شکایتی که ما به کمیسیون اصل 90 مجلس در اون دوره کردیم که متشکل بود از اصلاح طلبان، اونها هر بار به ما قول دادند که پیگیری خواهند کرد، ولی دست آخر گفتند که ما در تحقیقاتمون به کسانی برخوردیم که مجلس توانایی احضار اونها برای پاسخگویی رو نداره. در رسیدگی که در کمیسیون اصل 90 ما انجام دادیم، از یک مرحله خاصی به لحاظ ساختار کارمون و حدود قدرتی که کمیسیون میتونست اون رو اعمال کنه، امکان جلو رفتن و رسیدگی جامع و کاملی به این پرونده بر ما نبود. 31 خرداد 1378 اعلام شد که سعید امامی در زندان اوین با خوردن داروی نظافت خودکشی کرده است. با مرگ سعید امامی اوراق بازجویی او نیز از پرونده حذف شد. دادگاه قتل‌های زنجیره‌ای در فضای بسته سیاسی و پشت درهای بسته‌تر برگزار شد. این پرونده برای بازماندگان قربانیان همچنان باز است. ما همه باید در انتظار زمانی باشیم که این پرونده در ذهن جامعه ما دوباره باز بشه و ابعاد مختلف اون بررسی بشه، نه برای انتقام جویی، بلکه برای اینکه مکانیزم‌هایی رو بیاندیشیم برای آینده جامعهمون که در اون دیگه چنین اتفاقی، چنین جنایت‌هایی به وقوع نپیونده. جامعه‌ای که نسبت به تاریخ معاصر خودش برخورد مسئولانه‌ای نکنه و مسئولانی رو که جنایت کردند به پاسخگویی نطلبه، نمیتونه امید به آینده عادلانه‌ای داشته باشه. آقای لاهیجی، شما پیشتر صحبت از اون 4 موردی که به اصطلاح درخواست جامعه بین‌المللی از این گونه موارد هست برشمردید، ولی اگه خیلی بخوایم واقع بینانه نگاه کنیم به با توجه به وضعیت داخل ایران و اون چه خواست عملی میشه کرد در این مرحله که لااقل به بخشی از اون بشه رسید. در ارتباط به قطعنامه ای که 10 سال پیش مجمع عمومی سازمان ملل صادر کرده و در اون قطعنامه وقتی صحبت از عدالت در دوران انتقال میشه، یعنی نه در دوران انتقال رژیم، یعنی یک رژیمی ساقط بشه و در پس از اون در دوران انتقال رژیم جانشین این اتفاقات صورت بگیره، نه، از اون زمانی که یک حکومتی و نزد مسئولان اون حکومت یک اراده سیاسی وجود داشته باشه که بخواهند یک گشایشی در روابطشون هم با جامعه بین‌المللی و هم با مردم خودشون به وجود بیارن، از این دوره ما وارد دوره گذار میشیم، به شرطی که این فقط یک دیسکور و فقط یک شعار نباشه و فقط یک برنامه مثل برنامه حقوق شهروندی نباشه. نه، یعنی اون زمانی که واقعا همینطوری که ما هفته پیش در ژنو دیدیم، دولت کنونی که اسمش میذاره دولت اعتدال و دولت این که میخواهد به خواسته های مردم رسیدگی بکنه، یکی از خواسته های مبرم جامعه ایران اجرای عدالته. اینی که از سیاست پنهانکاری، از سیاست مسئولیت از مجازات برای کسانی که مسئول جنایت های بزرگ و جنایت
بر ضد بشریت بودن در ایران، از جمله کشتار 67 و از جمله برنامه‌ای که برای از بین بردن مخالفان سیاسی و مخالفان عقیدتی طی 20 سال به مرحله اجرا گذاشته شده، یکی از خواسته های مبرم جامعه ایرانه. بنابراین خطاب من متوجه مسئولان کنونی است که اگر واقعا میخواهند در برپاشنه گذشته نچرخد و میخواهند با مردم ایران هم به گفتگو بنشینند و میخواهند خواسته های مردم ایران رو بشنوند، این یکی از مبرمترین خواسته های مردم ایرانه. بنابراین من دنبال یک امر ایدئال نبودم، من فقط گفتم که اگر واقعا یه همچین اراده سیاسی وجود داره، شرایطش به این گونه است و اولین حقی که قربانیان و خانواده های اونها دارن، همه قربانیان، حق کشف حقیقته. بگذارند لااقل روزنامه ها آزاد بشه، بذارند جامعه مدنی کار خودش رو بکنه، سازمانه های جامعه مدنی کار خودش رو بکنه و مردم رو در معرض کشف حقیقت قرار بدن.